تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن و خالق هستیم. از مائده آسمانی قرآن هر آیه رو فشرده 4-5 دقیقه تفسیر روان و ساده و قطره‌ای داریم. از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 5 رسیدیم، داره جزء 5 تموم میشه. آیه 3-45 و 3-46 را تو این جلسه خواهیم گفت. اما 3-45 با هم بشنویم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. همانا منافقین در پسترین عمق جهنمند، در آتشند، هرگز بر اونها هیچ یاوری پیدا نمی کنی. درک یعنی عمیق‌ترین نقطه دریاست. به کسی هم که مطالبی رو خوب عمقش رو می فهمه میگه درک کردم. درک یعنی رسیدن به عمق. اگر پایین بریم میشه درک، اگر بالا بریم میشه درجه. یعنی اگر سطح زمین حساب کنیم، هرچه پایین بریم میشه درک، هرچه بالا بریم میشه درجه. برای مؤمن میگه درجات، برای منافقین میگه درک. فدرک اسفل. منافقین در پسترین جای، این جای منافقین از کفار هم بدتره. فدرک الاسفل یعنی در عمیق‌ترین، این ته ته جهنم. منافقین در قعر جهنم هستن. الله اکبر. معلوم میشه جهنم مراتبی داره. بعدم میگه در قیامت راهی برای نجات منافقین نیست. لن تجد لهم نصیرا. هیچ یاور برش پیدا نمی‌کنی. یعنی این منافقینی که در عمق جهنمن دیگه مشمول شفاعت هم نمیشن. چون اگر شفیعی بیاد اینا رو نجات بده، نصیری پیدا میکنن یا نصرتی پیدا میکنن. لن تجد لهم نصیرا. پس این آیه پیامش اینه: یک، جایگاه منافق از کافر بدتره. یک، جهنم درجات داره. دو، منافق مشمول شفاعت نمیشه. سه، و این پیام آیه 3-45. بریم سراغ آیه بعد 3-46 از سوره نساء با هم بشنویم. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. در آیه قبل گفتیم منافقین در عمیق‌ترین جای جهنمند. این آیه میگه الا الذين تابوا، مگه که توبه کنن. عجب. پس پیداست راه توبه برای بدترین آدمان بازه، یعنی اسلام بنبست نداره. او کسی که در عمیق‌ترین نقطه جهنمه، بازم میگه الا الذين تابوا، بازم راه بازه حتی برای منافقین. یعنی انسان آزاده، میتونه راهی که رفته برگرده توبه کنه. از این معلوم شه کناره سخت‌ترین تهدیدها بازم چراغ سبز نشون بدیم. آیه قبل فرمود که درک الاسفل یعنی عمیق‌ترین جای جهنمه، اما با اینکه تهدیدش تند بود اما میگه الا الذين آمنوا، یعنی بازم در کنار تهدیدهای شدید بازم به مردم باید امید داد. اون تو توبه چیه؟ الا الذين تابوا، توبه فقط پشیمونی نیست و زبونی هم نیست. تابوا و اصلحوا، توبه اینه که غلطاتو اصلاح کنی. نماز دهون دید بخونی، مال مردم خود دید بدی، دروغ بگفتی نگی. توبه اینه که باید اصلحو، خودتو اصلاح کنی. واعتصمو، به جای وابستگی به ابرقدرت ها به خدا وابسته بشی، دست دید دست خدا و اولیا خدا. و اخلصو دینهم، به جای ناخالصی ها دیگه خالص بشی، ناب بشی. وگرنه یا خواستش بگو استغفر الله ربی و تعالی، ولی درآمدت همو درآمد، حرفات همو حرفا، روشت همو عرفش، اخلاقت همو یه توبه نی. قرآن کنار تابو، تو قرآن تابوی خالی یادم نیست داشته باشیم. تا اونجا که من میدونم هر جا میگه تابو کنارش یه چیزیه. مثلا یه جا میگه تابو و بیانو، حق و کتمان کردی، حال توبه کردی؟ بیان کن. بیانو توبه کتمانه، چون یه زمانی حق و باید بگی نگفتی، حالا توبهش اینه که بیان کنی. اینجا میگه پشت سر تابو ست کلمه گفته، میگه تابو و اصلحو. اصلحو یعنی خرابکاری یاد اصلاح کن. تابو و اعتصمو یعنی دست تو دست ابرقدرت ها گذاشتی. ایبتغون اندهمال ازده آیات قبل، چرا پلو کفار رو سرپرست گرفتی؟ میخواستی از کفار عزت به دست بیاری؟ رفتی پلو رئیس جمهور آمریکا که عزیز بشی؟
دستت رو بذار پلو اولیاء خدا عزیز بشی، عزت از او، ان العزت لله جميعا، ان القوه لله جميعا، تمام عزت و قدرت مال خداست. بی خود فکر کردی پرچم آمریکا رو بزنی رو کشتید عزیز میشی، بیمه میشی، ای تو نیست. توبه منافق اینه که اصله فسادش اصلاح کنه، و اعتصمو وابستگیش به قدرت ها رو تبدیل کنه به وابستگی به خدا، و اخلص دینه هم دینش ناب باشه. بعد میگه اگر چنین توبه شد فاولاکم المؤمنین، شما هم دیگه با مؤمنین دیگه نگید دیرو چجور بودی، اگر توبه توبه واقعی بود دیگه با هم هستیم دیگه، یعنی مؤمنین هم از توبه کنندگان واقعی استقبال کنن، اونا رو جز خودشون بدن. اولاکم المؤمنین، مع المؤمنین نگن آقا تو دیرو کج بودی، فعلا چون توبهش توبه واقعی بودن مع المؤمنین با هم باشید دیگه. خب اخلصو یعنی التقاط در عقاید و اندیشه ممنوع. آخه بعضی ها دینشون التقاطیه، یعنی یه تیکه از اسلام دارن، یه تیکه از شرق، یه تیکه از غرب. اخلصو دینه هم این دربست، فکر الهی، قضا الهی، تصمیم الهی، سیاست الهی، اقتصاد الهی، عدل الهی، نصب الهی، قهر الهی، آشتی الهی، همش با خطکش خدا مت بشه، اینو میگن اخلصو، مخلص. و یعنی حال بگیم خیلی خوب حال نماز بخونیم روابطونم با اسرائیل محفوظ باشه، این دیگه اخلصو نیست. اخلصو یعنی التقاط نباید باشه. خب خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق چنین توبه‌ای را برحمت فرما، ما رو خالص و ناب قرار بده. این آیه 346 هم تمام. بریم سراغ آیه 347 سوره نساء و این آخرین آیه جزء 5 دیگه، در آیه بعد وارد جزء 6 میشیم. این آیه هم در 2 دقیقه بگم، اول بشنویم. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اگر شما شکر خدا کنید ایمان بیارید، خدا میخواد با عذاب شما چه کنه؟ یعنی چه کار داره خدا شما رو عذاب کنه؟ میگه خدا عقده یه، نعوذ بالله، میگه خدا کمبود داره، میگه خدا میخواد اظهار قدرت کنه. اگر شما دیم حساب باشید من چه کارتون دارم؟ من ابر و باد و مه و خورشید رو برای شما آفریدم، خلق لکم سخر لکم، انبیاء رو برای شما فرستادم، گناهتون رو میبخشم، توبتون رو قبول میکنم، یه کار خودتون رو ده تا حساب میکنم، من شما رو دوست دارم، چه کار دارم که شما رو عذاب کنم؟ ما یفعل الله بعذابکم، خدا چه از کنم بودو شما که خدا میخواد بعذاب شما چه کنه؟ میگه خدا مثلا شما رو عذاب کنه به قدرت اضافه میشه، میگه خدا کمبودی داره که مثلا میخواد انتقام بکشه. شما ایمان بیارید، شکر خدا رو بکنید، کارتون نداریم. یعنی کیفرهای الهی برای عدالت، نه برای انتقام و قدرت نمایی. عامل عذاب خودتون هستید که حق رو میبینید لج میکنید. شناخت نعمت‌های او و شکر او زمونه اینه که قبول دعوت و ایمان بشه. ایمان به خدا بارسترین جلوه شکر داره، میگه شکرتم و آمنتم. شکر خدا اینه که به زبوی الحمدلله باید ایمانم بیارید، چون قرآن میگه ان شکرتم و آمنتم، پشت از شکرتم آمنتم گفته. بهترین نمونه شکر ایمانه، چون که بهترین نمونه شکر نمازه. میگه اعتناک الکوثر، ما که به تو کوثر دادیم فصله، بس شکر کن. شکرش بهترین شکر نمازه، یعنی اونهایی که نماز نمیخونن شکر خدا رو نمیکنن، اونهایی که ایمان ندارن شکر خدا رو نمیکنن. اگر شما شکر کنید خدا هم نسبت به شما شاکره، کان الله شاکرن. منتها شکر ما چیزی گیر خدا نمیاد، اما شکر خدا از ما خیلی چیزی گیر ما میاد. مثل میگه اذکرونی اذکرکم، شما یاد من باشید منم یاد شما هستم. ما یاد خدا بکنیم چیزی گیر خدا نمیاد، ولی اگر خدا یاد ما بکنه خیلی چیزی ما میاد. بعد میگه کان الله شاکر، شکر خدا دائمی است، یعنی خدا همواره شاکر است، خدا همواره شاکر است. خدا بی نیازه ولی از بنده کوچیکش شکر میکنه. ما سرتاسر نیازیم اما از خدا شکر نمیکنیم. خیلی احسان، خدای بی نیاز برای همیشه شاکره، اما ما که سر تا پا محتاجیم، به اکسیژن نیاز داریم، به گیاه نیاز داریم، به مرغ نیاز داریم، به زنبور عسل نیاز داریم، به مورچه نیاز داریم، به جماد نیاز داریم، ما که از همه محتاج داریم شاکر نیستیم، اما خدا که به هیچ چی نیاز نداره شاکره. میگم مقایسه کن، تو یه عاجز شکر نمی‌کنی اما خدای بی‌نیاز شاکره.
یعنی رو تو کم کن. به بشر میگه بشر رو تو کم کن، من که به تو نیاز ندارم زحمات تو رو پاس میدارم، اما تو که سرتاپا نیاز هستی الطاف من رو پاسداری نمی کنی. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد و ما توفیق بده، هم بفهمیم، خوب بفهمیم، درست بفهمیم، خوب عمل کنیم، خالص عمل کنیم و اسلام ناب را با بهترین بیان و نیت به دلهای آماده کره زمین به گونه‌ای برسونیم که دور از آفت و ذخیره قیامت ما بشه. جزء 5 تمام شد. سلام و صلوات خدا بر انبیا و بر پیغمبر اسلام که قرآن را فرستاد. سلام و صلوات خدا بر یاران مخلص پیغمبران و پیغمبر اسلام و یاران، سلام و صلوات خدا بر اهل بیت پیغمبر و بر یاران اهل بیت و بر علما و مراجع و مفسرین و بر شهدایی که این بستر را بر ما جور کردن که ما را سر سفره قرآن پا سلام کلام خالق نشوندی. خدای ما را پاسدار خونها و خدمات اونها قرار بده. جزء 5 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.